خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به تمام هموطنان گلم، خدا کنه جور صحت سلامت باشین. وقتتان بخیر، آرزومند هستم خرگوشی دنیا که هستین خوب و سرحال باشین، خوشحال باشین با تمام اعضای خانوادهتان، با تمام هموطنان گل ما هر گوشی که هستین. باز هم من الفرزان در خدمت شما هستیم. امروز آمدیم بیرون، قسمی که همه شما آگاهی دارین که یکی از کشورهای خارجی، کشور فرانسه، یکی از جاده های خود به نام شهید عامر مسعود، قهرمان کشور، بنامزی کردن و ما میخوایم نظریات مردم داشته باشیم در رابطه با قهرمان ملی کشور ما، که نظریات مردم داشته باشیم در رابطه با اینکه چطور کشور فرانسه خواسته که یک جای به نام قهرمان ملی کشور ما به نام شهید احمد شاه مسعود بکنه. منم همراه باشین دیگه گزارش و فراموشم نکنین چینل کابل جان رو سابسکرایب بکنین، یک شر فراموشتون نشم. و تشکری میکنم از تک تک شما عزیزان که همیشه بر ما کامنت های زیبایتون میگذارین، دستتون درد نکنه. ممنون همراهی همیشگیتون. شما جایی که گفتین ان شاء الله حتما میرم براتون برنامه ثبت میکنم. و یکی از همتون ما خواسته بود که در رابطه با قهرمان ملی ما برنامه ثبت کنیم. امروز خوشبختانه که آمدیم دوباره ان شاء الله برنامه ثبت میکنیم. خوب است که شما ما را همراه باشین، همچنان نظریات مردم ما میداشته باشیم. سلام، وقتتون بخیر، خوب هستید؟ تشکر، سلامت باشین. علیکم سلام، وقت شما همچنان بخیر. قربان شما. نام شما؟ دیانا حیات. دیانا جان، میشه در رابطه با قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود اگر گفتنی داشته باشین و همچنان در فرانسه یک جایی را به خاطر شهید احمد شاه مسعود به نامش جادر البته به نامش کردن، در چی گفتنی دارید؟ تشکر، سلامت باشین. قسمی که میفهمیم احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور است، نامشان جاویدان بود و تنها در افغانستان نی، بلکه همو که میگن قهرمان نامش حمیده جاویدان، همیشه جاویدان است. در خارج هم نامش جاویدان است. دیگه قسم که آگاهی دارم، بله، یک برج به نامش، یک منطقه را به نامش در پاریس نامگذاری کردن که واقعا سزاوار امو است و کسایی که فعلا کار میکنه باید رایشان تعقیب کنند. بله، گفتنی پیام به مردم؟ گفتنی خاصی ندارم. خداوند یک صلح دائمی را در کشور ما بیاره تا مردم ما بتونه و خوبی و خوشی زندگی کنه. الهی آمین. خاطرات از شهید احمد شاه مسعود به یادتون است؟ شما خطبا دیگه ادمن برتون کلانایتون گفته که چه قسمی شخصیت داشتن، چه قسمی مادر داشتن و شخصیت عالی داشتن. طبعا که از قصای از کلانام شوندین دربارشون میشه یگان نظر خودتون اگه داشته باشین در رابطه با شهید احمد شاه مسعود. تشکر، بله. خب همیشه فامیلا قصه میکنن در موردشان، ما خونه بودیم و جدا از فامیلا یک گزارشگر فرانسوی که خیلی از خاطرات خوب ازشان داره قصه میکنن که احمد شاه مسعود یک شاعر خیلی عالی بود و همیشه در مورد وطنش شعر میسرود. و ما هم واقعا که بدبختانه بگوییم که ندیدیمشان، ولی خاطرات خوش ازشان داریم و همیشه نامشان جاویدان است، بعد از او پسرشان است. امیدوار هستم که رایشان تعقیب کنه و بتونه مثل از اونا جاویدان باشه. اسم قماندان شیر احمد بارکی. بسیار خوب، قماندان صاحب خوش دیدیم، از آشنایی با شما. قماندان صاحب حتما دیگه در رابطه با شهید احمد شاه مسعود گفتنی زیاد است، همه مردم میخواین درباره زیاد بگوین بخاطر که زیاد دوستش دارن. در رابطه با شخصیت شهید احمد شاه مسعود میشه بر ما بگوین؟ احمد شاه مسعود شخصیت ازی که ما چقدر تعریف کنیم بگیم از او هم بالاتر است دیگه. ای تو یک چی نداره که در دن ما چی. احمد شاه مسعود رهبر بزرگ ما بود، یک شخصیتی بود که بسیار مهربان بود، بسیار وطن دوست بود، وطن پرست بود، بسیار شخصیتی بود که او بسیار مهربان بود، زیافتر با فقیرا، با غریبا، زیافتر با اینا رو زیافت دوست داشت، سر کارش به این مردم بود. دیگه چقدر که ما تعریف کنیم از شخصیت احمد شاه مسعود هم کم است که ما خودمان بسیار خسته هستیم از شهید شدن از او، که آدم از کنار ما مردم رفت، ما مردم صغیر ماندیم. برای خودش دیگه چقدری که ما بگم هنوزم کم است. کم است. طبعا هم مردم به تشویش هستن، جگرخون هستن که یک قهرمان از دست دادن. شما خبر دارین که در فرانسه یک جایی را به نامش مسما کردن، نظرتون در این رابطه بگوین که در فرانسه قهرمان ملی کشور ما اونجا به نامش مسما شده؟ بله، ما خبر هستیم که در اونجا یک جای برش مسما شده است. دیگه دو بسیار خوش هستیم که یک کشور خارجی برای قهرمان ملی کشور ما در اونجا یک قسمت یک شارش نامگذاری میکنه برای ملت افغانستان، برای کل ملت سراسر افغانستان یک جای افتخار است. ما افتخار میکنیم برش. احمد شاه مسعود یکی از قهرمانان روی دنیا است که قهرمان ملی را در تمام دنیا بخصوص کشورهای اروپایی میبینند و از عملکردش که در افغانستان چگونه شوروی را توانست با امو تجهیزات بسیار ناگزیستی که داشت توانست با توپ و تفنگ روسا شکست بده، روسا
با تانک های بسیار زرهی که داشتن نتوانستن مردم دلیر افغانستان بخصوص مردم پنجشیر شکست بدن و مردم پنجشیر توانستن بسیار با همو سلاحایی که از دست خود روسا به دست آوردن و پس به علیه خودشان استفاده کردن و آنها را پس نابود کردن و از افغانستان به صورت درستش کشیدن. بله. از این خبر دارین که در فرانسه یک جای را به نامش مسما کردن؟ بله، یک چرایی را به نام شهید قهرمان ملی احمد شاه مسعود نامگذاری کردن تا یک الگو در کشورهای اروپایی، نه تنها در فرانسه، در بعضی از کشورهای دیگه هم به زودی میتونه جاهای خاصی را به نام احمد شاه مسعود بگیره. عامر صاحب شخصیتش چیزی نیست که ما در چند دقیقه و چند کلام رو خلاصه بسازیم. البته عامر صاحب یک شخصیتی است که یکی از رهبرهای بزرگ افغانستان میباشه که در مورد کارها و جان خدایی که در مورد افغانستان کرده کاری نیست که ما رو در چند لحظه بسیار مختصر و خلاص رو بیان بسازیم. عامر صاحب شخصیتی است که همه بزرگای ما، خرد بزرگ و کلان، نوجوان، همه گی بایش آشنایی داره و احترام بسیار زیاد داره. که عامر صاحب پس درباره مثلا در چی مسائلش میتونیم صحبت کنیم؟ در رابطه با یک جایی را که در فرانسه به نامش مسما کردند، درباره اون منطقه و جایی را که به نامش مسما کردند میشه بر ما بگین که چقدر خوشبین هستین، چقدر خوشحال شدین وقتی در فرانسه از قهرمان ملی کشور ما یاد شد؟ به خاطر از اینکه یکی از قهرمانای ما در اونجا از وصل شد و یک یاد بود به عمل آمد و یک جاده برش به نامش مسما گریده، خیلی بسیار زیاد خوشحال هستیم، اظهار خرسندی میکنیم به خاطر از اینکه عمر صاحب واقعا جایگاهش داشت. بالاخره غرب هم به این نتیجه رسیده که عمر صاحب یک شخصی بود که واقعا مانند چگوارا، مثلا نلسون ماندلا، یکی از شخصیت های بزرگ جهان است که باید در وصفش همچون کارهای صورت بگیره که متاسفانه در افغانستان با آن چنان ازش تعریف توصیف نمیشه، ولی کشورهای غرب بر جان فداییش و بر مبارزاتی که جوان مردانه داشته در راستای آزادی به خاطر افغانستان بر خیلی خوشبین هستیم و اظهار خرسندی میکنیم که همچون جاده را برش مسما گریده در فرانسه. بله، تشکر. پیام گفتنی دارین؟ بله، پیام گفتنی دارم. ما باید بر جوانا باید یک الگو باشه. مبارزات عامر صاحب و همچنان جان فدایی که عامر صاحب در راستای آزادی کرده، هر فرد جوان در افغانستان باید مانند احمد شاه مسعود یک فکر بسیار وسیع داشته باشه و بتونه که مبارزات آزادی خانه خود را انجام بدن به خاطر از اینکه کشور ما بتونه آزاد، مستقل و آباد همیشه باشه. عامر صاحب مسعود دیگه یک شخصیت بسیار نیک و نیکنام که در افغانستان چی که در تمام کشورهای دنیا جایگاهش بسیار خاص بوده که از کارکردهایش و از تمام حالتهایش تمام دنیا پی برده که چه قسم یک شخصیت بوده و فعلا هم در این شرایط کنونی نیاز است که چنین شخصیت باشه و دیگه در رابطه با کشور فرانسه که اگر این چنین شخصیت نمی بود دنیا با شخصیتش پی نمی برد، امروز با یک ابرقدرت نمیتونست که مثلا یک جاده را یک به نامش بسازه. دیگه بازم افتخار میکنیم که چنین شخصیتی بوده و ما از این مردمش بودیم و از جوانا و شهروندای افغانستان خواهش میکنم که با چنین شخصیت ها با افکارشان ادامه بدن و مو حس وطن دوستی خود را پیش ببرن و به نام مو شخصیت ها و از نام های از ما استفاده خوب کنند. بله. چقدر کمبودیش شما حس میکنین؟ کمبودیش خوب بیش از حد حس میشه، چرا که مردم ما خیلی مظلوم قرار گرفته، خیلی بیچاره شده. یک شخصیت نیست که واقعا باشه که مردم در پشت سادهی کنه و به انگیزه وطن دوستی پیش بره. خوب شخص وطن دوست بود و کسایی که به خاطر افغانستان از جان خود تیر میشن همیشه ماوران را دوست داریم، اگر پشتون باشه، تاجک باشه، هر کس باشه. اما هدف بایدی باشه که هر کسی که بخاطر وطن مثلا میخواد نامشان بلند شوه، هدفشان فقط ما خوشی مردم باشه، نه اینکه هدف شخصی باشه. خب دیگه ما دربارش نخوندیم اما کشنیدیم آدم وطن دوست بود. شهید عامر صاحب از جمله شخصیت های بزرگ کشور ماست، شخصیت ملی است. در این اواخر یک سرک یا یک جاده در پاریس یا فرانسه به نامشان مسما شده و این به این معناست که امیروال پروسی کاری شهیدان یا عامر صاحب مسعود برحق بوده و به این معناست که درست است که در اقالت جنگی به شهادت رسه و این واقع میرسانه که
ایشان در رگالت بدی یک کار درست را انجام داده و ما حالا بعد از حدود 20 سال متوجه میشیم که جهانیان متوجه کار بزرگی شده و یک جاده را به نامشان مسما کرده و این جای افتخار است و کار بزرگ است که صورت گرفته و ما تشکر میکنیم از کشور فرانسه که موضوع را متوجه شده و قدردانی کرده از یک بزرگ ما، از یک شهید ما. بله، بسیار تشکر. حرفای بسیار خوب داشتین. پیام گفتنیتان به مردم چی هست؟ مردم افغانستان متوجه یک نکته ما و شما باید باشیم که مسائلی که خیلی داغ است در این روزا و خیلی بزرگ از ایست که ما اونا در مورد اونا بحث کنیم. پیام مشخص ما است که تمرکز کنه روی اساسات تعلیمات و تحصیلات بچه ها، دخترها و این میتونه که همه مشکل های ما را در حدود 40 سال بعد، 50 سال بعد رفع کنه. و توجه ما یا خواست ما از مردم است که تمرکز کنه روی تعلیمات تحصیلات بچه ها. بسیار تشکر. پیام بسیار خوب. وقت شما خوش. خیلی باشه. هموطنان ما خواسته بودن در رابطه با شهید احمدشاه مسعود ما گزارش بسازیم، نظریات مردم داشته باشیم که مردم چی نظر دارن. همچنان جاده‌ای که در فرانسه به نامش گذاشته شده و اجازه داره به نامش کردن، ما تمام متوان افتخار میکنیم و مردم هم خوشبین هستن که قهرمان کشور ما در فرانسه در کشورهای خارجی که هست اونا بتونن از اونها یاد بکنن و شهید احمدشاه مسعود کسی نیست که هیچگاه فراموش شه، همیشه در دل‌های ما زنده است و همیشه ازش یاد میکنیم. ممنون همراهی شما خوبانم. چینل کابل جو رو سابسکرایب بکنید، لایک شیر فراموش نشه و یک چیز دیگه، اگر شما میخواین جای بریم ما برتون گزارش اومده بسیم، لطف کرده بر ما پیام بفرستید، ان شاء الله حتما میرم برتون گزارش اومده نیستم. تا برنامه بعدی دار بعد که واسه من این فرزند در خدمت قرار میگیرم، شما رو به خداوند یک و نیاز میسپارم.